یک شرکت چینی سازنده یه واکسن اعلام کرده. واکسن کووید 19 این شرکت موسوم به نوواکس بیش از 90% در برابر این بیماری و سایر گونه های کرونا مؤثر است. این شرکت اعلام کرد حدود 30,000 نفر از مردم آمریکا و مکزیک در آزمایشات بالینی این واکسن شرکت کردند که در پایان بررسی ها مشخص شد واکسن نوواکس میتواند تا 100% در برابر ابتلا به موارد متوسط و شدید کرونا ایمنی ایجاد کند. برخلاف برخی واکسن های کرونا، این واکسن نیازی به نگهداری در دمای فوق العاده پایین ندارد و در دمای بین 2 تا 8 درجه سانتیگراد نگهداری می شود. مطالعه جدید نشان می‌دهد افرادی که به نوع شدید سرماخوردگی مبتلا می‌شوند در صورت ابتلا به کرونا بدن آنها با مقاومت و توان بیشتری به مبارزه با این بیماری می‌پردازد. سلول‌های بدن زمانی که توسط ویروس مورد هجوم قرار می‌گیرند ماده اینترفرون را تولید می‌کنند. این ماده به سایر سلول‌ها هشدار می‌دهد که یک عفونت ویروسی در بدن وجود دارد و از این طریق سیستم ایمنی برای مقابله با عفونت آماده می‌شود. زمانی که ویروس کرونا وارد بدن می شود، این ویروس قادر است با استفاده از استراتژی های مخصوص در چند روز نخست بدون آنکه سیستم ایمنی از وجودش مطلع باشد، اقدام به تکثیر خود کند. محققان آمریکایی در مطالعه جدید خود به این نتیجه رسیدند در صورتی که فرد به فاصله چند روز پس از پشت سر گذاشتن یک سرماخوردگی شدید به ویروس کرونا آلوده شود، سلول‌های بدن و سیستم ایمنی با آمادگی بالایی که در برابر بیماری‌های عفونی پیدا کردند می‌توانند ویروس کرونا را به محض ورود به بدن شناسایی و با آنها مبارزه کنند. در سال‌های اخیر توسعه بتون‌هایی که می‌توانند پس از سرک برداشتن و آسیب دیدن خود را ترمیم کنند افزایش یافته است. اکنون یک محقق ایرانی حاضر در آمریکا بتون را به شیوهی تولید کرده که میتواند محل ترک و آسیب دیدگی خود را با جذب دیوکسید کربن هوا ترمیم کند. برای این کار این محقق از آنزیم های بدن الهام گرفته است. بدن دارای یک نوع آنزیم است که میتواند دیوکسید کربن را به سرعت از سلول ها بگیرد و آن را وارد جریان خون کند. با اضافه کردن این آنزیم به ترکیبات سازنده بتون، یک بتون خود ترمیم شونده با استفاده از دیوکسید کربن به وجود می آید. زمانی که ترکی در بتون به وجود می آید، این آنزیم به دیوکسید کربن موجود در هوا واکنش نشان می دهد و در نتیجه آن کریستال کلسیوم کربنات به وجود می آید، ماده‌ای که طی 24 ساعت محل آسیب دیده را پر می کند. فضانوردان چینی امروز پنجشنبه به ایستگاه فضایی جدید این کشور منتقل می شوند. این ماموریت که نخستین ماموریت سرنشین دار چین طی 5 سال گذشته است، 3 فضانورد را راهی ایستگاه فضایی این کشور می کند. ایستگاه فضایی چین موسوم به تیانگونگ طی 11 ماموریت در سال آینده میلادی به تدریج کامل می شود. تیانگونگ بسیار کوچکتر از ایستگاه فضایی بین المللی است و در زمان کامل شدن وزن آن به 90 تن خواهد رسید. طبق اعلام دانشمندان چینی، این ایستگاه فضایی به مدت 10 سال قابل استفاده خواهد بود. محققان بریتانیایی برای نخستین بار توانستند بطری‌های پلاستیکی را با استفاده از باکتری‌ها به اسانس وانیل تبدیل کنند. تبدیل بطری‌های پلاستیکی به چنین ماده سوداوری می‌تواند فرایند بازیافت پلاستیک را بسیار جذاب‌تر و بهینه‌تر کند. پیشتر محققان توانسته بودند با استفاده از آنزیم‌های جهش یافته بطری‌های پلاستیکی را به اجزای تشکیل دهنده آنها یعنی ترفتالیک اسید تبدیل کنند. حالا در تحقیق جدید این ماده با استفاده از باکتری‌های تغییر یافته از نظر ژنتیکی به اسانس وانیل تبدیل شده است. با توجه به افزایش تقاضای وانیل در سطح جهان، به وجود آوردن این ماده با استفاده از پلاستیک ها می تواند از نظر اقتصادی برای کشورها سودآور باشد و علاوه بر این به کاهش آلودگی پلاستیکی در سطح جهان کمک کند.